آفرین جوان، رنگ چاک خوب است. مزهشم خوب است. نوش جان بیادر. یادت باشه رئیس همیشه چای قهوه را به بوره می نوشه. با ماماتی هر چیز به تیه می نوشه، اما اگه حسابش خراب بود هوش کنی از این سوال نکنی که چی می نوشی. عبدالله خوبی از او فعلا در اینجا نیست، نمیفهم که او چه قسم چای می نوشه، بخاطر که هر چیز را پد می نوشه و به روز خیلی چیز نتی. اورهان که از هر چیز از بیرون می خواه، او خوردن و نوشیدن خدا نمیفهمه. بعض اوقات اگه دلش هوا قهوه را با گلاس آهنی می نوشه، فکر کنی که از نوشتل است. بیادر نوشتل کجاست؟ با نام روپا چیزی را شنیدی یا نه؟ اونجا رفتن مشکل است. ببیده اون نقشه نام شهر هست. نوشتل، بوردو، منچستر یونایتد، لیونتوز، پاریس سن ژرمن، از جمله شهرهای بزرگ اروپا است. روز بخیر رئیس. روز بخیر. رئیس براتون زنگ آمده بود. بسیار ضروری بود، بسیار. رئیس وقت ملاقات رو تعیین کرده، گفت که ساعت 10 با هم ببینیم و گفتن افراد بلند پایه منتظر هستن. رئیس کدام چیز زگام گفت؟ سلام گفت. دیگه چی بگو؟ یا سرور ادم اتر ببرین، ما میاییم بهروز. درست است رئیس. چطور است یادم؟ خوب استم آقا، تشکر میکنم. او یک جوان بسیار خوب است. مکل کارها را برش یاد میتونم که آشنا شد با کارها رئیس. نشک با محفلهای شبانه ببرش نور آقا. دروغ از بخدا، بهروز تهمت میکنه. بله. درست است. ماماتی بیادر، تمام تانکرهای ما را گرفتن. نفهمیدم نور آقا. بیادر بعد از اینکه تانکرها از بندر برآمدن، درها دو سه تانکر ما را دور دادن، رانندهاشون با خود بردن. امدفعه هم کار هاکان است نور آقا. نه بیادر، امدفعه کار سازمان است. سازمانی کار چطور کرد نور آقا؟ توسط کی؟ رئیس وقت داره؟ منتظر شماست، بفرمایید. بهروز شما هم اینجا باشه. درست است رئیس. اینجا میشین. ما میخواهیم امرای رئیس گا بزنم، امرای تونه اورال. مشنه و مقای پولا دلم دار. رئیس قرار است که بازنشسته شوه. رئیس نوتان من هستم. امرای تو هیچ وقت گب نمیزنم. امرای من خو گب میزنی نه آقا پولاد؟
بسیار موضوعات است که باید همراهت گپ بزنم. ما تو را میکشم، تو اجرا هم نداری. چطور تانستی که نفرم را شکنجه بدی؟ چطور تانستی این کارا بکنی؟ چی گپ است؟ بیا که فرار کنیم، جان خدا نجات میتیم. چه باش؟ صبر کنین، آرام باشین. پولاد علمدار، خود ناق با کشتن نته. بکش نه، بکش. بعد از این در سر رای من نیا. ای آخرین آمدنت به اینجا باشه. از این به بعد در رأس تشکیلات من قرار دارم و تا وقتی که مستم تو دیگه هیچ هستی. منم ایمانم که نه در این تشکیلات و نه در این چوکی حکومت کنی. حالا هر کار میکنی بکو، باز من میفهم کم رای چی کنم. تو را من نه، بلکه عبدالحی میکشه، بخاطر که به او وعده دادیم. کجاست بهروز؟ او را بردن رئیس. رئیس کجا بریم؟ در جهنم بهروز، حرکت کن. کی ما را فروختن او را آقا؟ بیادر، ما را کسی فروختن نمیتونه. از بین ما سه نفر یکی خائن است. تو میفهمی هدف ما چی است او را آقا؟ چی است بیادر؟ پلیس ما را فریب نداده. یعنی کسی است که به ما خیانت کرده. با غیر خود ما دیگه کی خبر داشت؟ کس خبر نداشته ایست. سری ایران اندام اوقه اعتبار نیست. رئیس، او راننده ها قدر دیوان هستن که خدا دگیر میتن و تا زندان برن. تو هم راست میگی. بیادر، شاید که از طریق تلفنی ما زورا خبر داده باشن. ما خواهم رای کسی گپ نزنیم آسمان، اما شاید که تو با کسی گپ زده باشی. ما هم رای که گپ زده باشم بیادر؟ چی میفهمم؟ شاید که دیگان مفل و یا دیگان جای دیگه به دوستای تیگه پر گفته باشی. کدام دوستا؟ رئیسی دوستای بسیار مقبوله داره. تمام دکترها از پشتش میگردن. از پشت خودش میگرده یا که از پشت پولش؟ کسی که بالای خانما پول مصرف میکنه احمق است. و در پیش آدم احمق نباید چیزی گفته شوه، بخاطر که او هیچ وقت راز نگاه کردن نمیتونه. بیرون برای علی عثمان. رئیس نور آقا گپای ناق میزنه. علی عثمان هیچ وقت قسم یک کار نمیکنه. نور آقا مسیر انتقالات تغییر بده و بگو که از رشیله بین. کدام انتقالات بیادر؟ انتقالاتی که بعد از چاشت مبراین همون آره.
درست است. اشتباه کردی، او را باید میکشتی. هاکان، من قهمق نیستم که پولاد علمدار را داخل دفتر به قتل برسانم. تا وقت پولاد علمدار زنده است نمیمانه تو بالای چوکی بشینی. رئیسه، امرای پولاد علمدار یک جای دفن میکنم. سرور اینجا بیارین. اردویشان قربانی ترور خواد شدن. تبریک باشه رئیس نوات، برای تبریک میگم آلپر. فکر نمی کنید خبر دادن یکم ناوقت کدی؟ رئیس، این کار یک دفعه ای صورت گرفت. ما پیش رئیسم بودم. رئیس کجاست؟ در داخل منتظرتان است. رئیس، شاید که وقتش نباشه، ما یک مشکل پیش آمده. چی شده اورهان؟ گزارش تانکرهای مموتی را به پلیس دادن رئیس. کل تانکرها گیر آمده. این کار اورال است؟ در این وقتا اونا با دیگه کارا مشغول هستن. من فکر نمی کنم. پس این کار بیلوت است. خوش آمدین. خوش باشی. بچه ها از آدسته که دمیت صورت گرفت ما گفتن. کاش که بچه ها مرا پیش از پیش خبر می ساختن تا که ما به اونجا نمی رفتم، واقع جنجال جور نمی شد. ای که دو چاو که کیششتن مهم نیست. هنوزم تشکیلات به دست ماست. چطور مهم نیست؟ او آدم هاکانه به بالاترین مقام خود انتخاب کده، تشکیلات به یک بان تبدیل کده. ای کار را چطور اجازه دادین؟ چطور تانستین از مقامتان تقاعد کنین؟ یگان وقت به ازالات پیش می که انسان باید عقب نشینی کنه. فشار امریکایی ها بود چطور؟ بله، اما این حالات تغییر میکنه. چه قسم؟ داخل بیا. با تو گفتن که ما کی هستیم؟ گفتن. سرور، نظر به معلومات سازمان تو دیگه زنده نیستی، میفهمی؟ نمیفهمم، اما فکرش کده میتونم. پس ما چرا تو رو زنده بانه؟ ما میخوایم خدمت کنم. بسیار کاراست که از روخم پر است، میتونم به قسم یک جاسوس. چا باش؟ جاسوس چی؟ کاربرد مای نمیفهمی؟ بله میفهمم، ما میتونم هر نوع ماین جاسوسی و خونسام کده میتونم. ای تسلیم تو آکان. امریکایی ها تصمیم خدا تغییر دادن. اونا به خاطر برقراری امنیت در شمال عراق هم کاری ترکیه را میخواین. البته خطری هم که وجود داره را قبول کردن. در این کار اسرائیل رضایت نشان خواهد داد. اسرائیلیا تا که تمام منافع خود تامین نکنن هیچ وقت راضی به این کار نمیشن. ایره میفهمی پولاد؟ اگه ضرورت شد باز اسرائیل همراه ایران دست خود یکی میکنه، اما هیچ وقت نمیخواه که امریکا و ترکیه این منطقه را در انحصار خود داشته باشه. و به خاطر که امریکا خود حاکم باز بین بردن و تصفیه کاری ترور بسازه، نخواست که ما در رأس این تشکیلات قرار داشته باشیم. آره، چی تصمیم دارین رئیس؟ از یک طرف خو موضوعی مبلغ است، از طرف دیگه ترور روزنامه نگار، از طرف دیگه مواد مخدر و از طرف دیگه موضوع خودشان. ای همه اوزار ناامن میسازه. بناهن ما باید خدا از بین اونا بیرون میکشیدیم.
که بالاخره ای کار کردیم. گپای شما خو درست است، اما اگه اورال ده و چوکی باشد ترکیه را به یک دریای خون تبدیل خواهد کرد رئیس. هر کار یک تاوان می داشته باشه پولاد. ما با شما باید بگویم که تاوان ای کار را بجز از اینکه شما بپردازین دیگه کس نمی پردازه. البته آلنه رئیس، بلکه فعلا باید دیگر را بپردازن. ای اولین بار است که کشور ما تا یک فرصت به دست آورده و ای اولین بار است که امریکا، روسیه، ایران و اروپا به ما به این اندازه محتاج شدن و شما میگین کار وقت تو کارا نیست. پس چه وقت از این فرصت استفاده کنیم؟ اتی اگب نیست پولاد، قسمه که خودت میگی بعد از 50 سال ای اولین بار است که ما سر پای خود ساد شدیم. با انکه اونا مصروف مقاومت سب خود باشن، ما دست به کار شده و مشکل حل می سازیم. شما میشه بگوین چی میکنین رئیس صاحب؟ ما مزمی خاطر اینجا آمدیم پولاد. اونا میخواین که با تو ملاقات کنن. کیها؟ دولت فاسد؟ دولت واقعی. بعد از 2000 سال کسای پیدا شدن که واقعا خوبی ملک میخواین. بسیار خوب، باز میبینیم. وقت ملاقات که تعیین شد برات خبر میدم. توران، تو میخوای که در ترکیه هیچ حسابی نباشه؟ نه. میشه بگوی که چرا قدر ملیت پرست شدی؟ ای با من هیچ ربط نداره آقا داود. ای قسم مسائل روزنامه شما داغ جلوه میتن. اگه نه یک مسئله کاملا پیش پا افتاده است. ما 4 نفر هستیم و هر کدام ما یکی دیگه خوده خوب میشناسیم. رای خوبه را در پیش گرفتی، فایده های زیاده را گرفتی، اما حالا باید این فایده را همراه ما تقسیم کنی. شما کالتان میفهمین که من شراکت خوش دارم و همیشه چیزی را که بعد استواردیم تقسیم کردیم. من این کار فقط به کمک روزنامه شما انجام دادیم. ما از اروپا فایده بعد استواردیم و شما از امریکا و پولای ما در بانک آقا جلال است. این خودش یک نوع شراکت نیست؟ پس اسه ما چی میشه؟ آقا قدرت، ما در مسائل نفتی کار ندارم. خود همین یک نوع شراکت است. کار نفت با کار ایسویا مشابه است. ما به خاطر این کار با هزاران نفر سر و کار دارم آقا توران و به هزاران نفر رشوت میتم. چیزی که بدست میارم به شما تقسیم میکنم، اما تو فقط آدم ها را میکشی. آقا داود سرخط خبرها را میسازه، یه قسم همگی را به خود مصروف میسازین. یکتان مسئولیت انتقالات پول میگیرین، دیگه تان مسئولیت تجارت اسلحه را میگیره و اما آقا جلال هم بدون ای که کار کنه فایده خود میگیره. خانواده آذربای اغلو چی؟ ها؟ هیچ چیزه. آقایان، ما هم معذرت میخوایم، اما من نمیمانم تنها بخورین. آقا قدرت، من بدون کدام کاری فایده به دست میارم؟ پاک کردن یک چیز از کثیف ساختنش کده مشکل است. من به خاطر ای که پولایتان فایده بیشتر به دست بیارم، اونا را به 4 طرف دنیا سرازیر میکنم. آقا جلال، هدف آقا قدرت شما نیستین، بلکه معصوم. از هر بس یک سوال ایجاد میشه. بفرماین شما مرکدوسا را با کاتولیکا با جان هم بندازین. باز اگر من شما را همراه همین روزنامه خود امایت نکدم، بازو وقت از ما سوال کنین.
چه قسم بجانه هم بندازم آقا داود؟ حالا خو استخباراتم تحت اداره توست؟ اما آمد استم که شما را در قدرت خود شریک بسازم. در هر جایی که مشکل داری بگو، تا جایی که بتونم به خاطر مشکل شما کوشش میکنم. خب ما دو مشکل دارم. اولی که افراد پولاد علمدار که تحت حمایت توست پیادر در کارهای نفت همیشه دخالت میکنن، هر روز به ما یک ضرر میرسونن. و دومیش ایست که بازمی پولاد علمدار که از طرف تو حمایت میشه در کارهای ما دخالت میکنه. آقا قدرت، او را بانین که ادمی کارهای عادی و کوچک مصروف باشه و ما و شما در فکر تجارت های دیگه خود باشیم. پولاد علمدار 6 ماه قبل میخواست که در بین ما داخل شوه، اما فعلا در جاده ها تابلت میفروشه. او بر ما ضرر بزرگ رسانده. در هر جایی که تجارت اعضای بدن داشتم کل شما توقف ساختم. انتقالات پول مرا مانع میشه. قسمی که میبینیم یادم به همه ما ضرر زیادی رسانده. با تو چی فایدش رسیده که تو هنوز زنده است؟ گوش کنین دوستا، ما دشمن خدا نمیشناسیم؟ میشناسیم. ای که چه قبم و مزار است نمیفهمیم؟ میفهمیم. ما خوش دارم که با یک دشمن بسیار قوی رقابت کنم. در بین شما اگر کسی مرگ او را میخواه بفرمایه و او را بکشه، اما بعد از اینکه او بیمیره چی خواهد شد مجهول است. و من مسئله که مجهول باشه را خوش ندارم. سلام جانم. او بچه متین، رئیس چرا مرا خواسته؟ نمیفهم چرا خواسته. اوضاعش چه قسم است؟ خوب معلوم نمیشه. تو دیگه چه قسم آدم هستی؟ از تو سوال کردنم گناه است. چی میبینی؟ رئیس صاحب مرا خواستین؟ چرا ساده هستی بیشی؟ درست است، همه قسم راحت است. گفتم بیشی. رابطه ایت همراه نوال چطور است؟ نوال دیگه کیست؟ مارو. قسمی که در گزارش براتون گفته بودم، نظر به مقام رهبری سازمان کسایی که میاین ما رهبریشانه میکنیم. اما تو گزارش به صورت درست نوشته نکدی مارو. آقا بعضی خدا ناترسا نسبت به ما تهمت کردن که ما از این موضوع بسیار ناراحت شدیم آقا. مارو، ما میفهمم که تو را چه قسم گم کنم. تو را باید قبلا از بین میبردم. ای کارایی را که تو کدی و ای که با این موقعت خود با پولاد علمدار مقابل ساختی تو را به دار ویزان میکن. اگر دیگه دفع تجارت تریاک کدی یا ای که خبر شوم از سازمان پول دزدی کدی، باز خودم تو را خواد کشتم. اما برای فعلا تمام گناهت میبخشم. کوشش میکنم که اعتماد شما را به دست بیارم. سازمانی بار یک کار نو شروع میکنم. امریکای ما را فریب دادن، بارزانی ما را فروخت، جلال رئیس ما را فروخت. درسته، مثل سابق. راست میگی. حال ما باید سازمان به کارهای سیاسی مصروف کنه و این جنگ مسلحانه را ما کم بسازیم. تو خو میفهمی که جنگ سیاسی از جنگ مسالانه که در قیمتر است. پول زیاد نیاز داره. ما همیشه با بچه ها گفتیم که در سازمان اگر پول نداشتین باز هیچ هستین. بسیار خوب مارو، اگر در گزارش دیگی مسائل گفته باشی پس انجام بده. دیگه مسئولیت شرای بزرگ تو بگی.
فعلا اوقدر نفر زیاد ضرورت نداریم. افراد را که داری کلشان در چهار گوشه شهر وظیفه بده. جوان ها بعد از اینکه تربیه میشن باز به خاطر صلاح جان میتن. خب خوب است دیگه، تو باند خود تشکیل بده. اگه اونا بگفت نکدن باز کلشان از یک سر سر بزن. درست است آقا. با خاطر کارهای مواد مخدر نام یک چند نفر برات میتونم. امرای اون ارتباط برقرار کو. بیا از وزیراق مقدار زیاد تریاک و سگرت وارد میشه و به نامی که شکر به شمال عراق میبرن پودر تریاک انتقال میتن. یک قسم تجارت خود پیش نیبرن. اما رئیس های پودر و تریاک قدر فایده ندارن. لابده لابده گب نزن. ده ای کار سالانه 5 میلیارد فایده با دست میه. پودر در نوع مواد مخدر که ببینی پول است. زیاد گب نزن مارو. هر کار که میکنی فقط از پول آدلم دار خود دور نگاه کن. با کار اجاده ها خود مواجه نساز. همی که گفتم دیگه از تو توقعی ندارم. درست است آقا. آقا خلیل شما مرا کار داشتین؟ بله ایلوان خانم، به خاطر که از شما بخشش بخوایم. خیرتی است آقا خلیل، نیک رخصت شده این. نه بدیگه شفاخانه میرم. چرا؟ اتاقای اونجا کلانتر است، به خاطر دیدن ما بسیار کسا میه. بسیار خوب، پس ما همراه رئیس شفاخانه گپ میزنم که مرام با مو شفاخانه که شما میرین تبدیل کنن. ایلوان خانم فکر میکنم که شما گپ مرا نفهمیده. کدام اشتباه کردیم؟ خدا نکنه اشتباهی چی؟ ما اشتباه کردیم. دلم تنگ شده. خواهش میکنم، ایخو کدام اشتباهی گفته نمیشه. از یک قدر اشتباهی بزرگ شده نمیتونه. 60 ساله شده دسترم یک تار موی نمونده. حتی از طرف روزم در بیرون نمیتونم که آزاد بگردم. بازم شرم نکده مثل جوانا فکر میکنم. از یک قدر اشتباه بزرگ بوده نمیتونم. تو معذرت مرا بپذیر، مرا ببخش. آقا خلیل ابراهیم گوش کن، چقدر مقبول گفتن. من یک خزانه پژمرده هستم و تو بهار سبز. گپ من بشنو و منصرف شو. تو باید به خود یک بهار تازه را انتخاب کنه ایلوان خانم. نمیپرسین که ما چی خواست دارم آقا؟ تو بان پیش از اینکه بفتم بشینم ناله بگو هر چیزی که میگی. ما همیشه زمستان بودیم، هیچ وقت بهار ندیدیم. ای بار اگه به زندگیم خزان بیایه باز فرق نمیکنه، چون بهارم اومده نیست. تو میفهمی که چی میگی ایلوان خانم؟ من نمیگم، قلبم میگه. شما جوانا دلتان گاهی یک گپ میگه و گاهی هم یک گپ دیگر. تو گپ دلتانه بلکه گپ عقل خدا بشنو. این کار نه اول داره و نه آخر. به این فصل خزان هیچ امید بسته نکو. ما دیگه هیچ امید آرزو ندارم. پس شما خود ناخواسته نسازین. من نه گپایی را که دکتر میگه میشنم و نه او کارایی که تو میگی انجام میدم، چون برای مهم نیست. هر کس یک دوران خراب سپری میکنه. زندگی همین قسم است. هر قسمی که باشه من احترامش دارم، به خاطر که درک میکنم. اما اگه میگی امید ندارم باز من قبول نمیکنم.
بعض انسان ها هستن که در زندگی هیچ امیدی برشان وجود نداره، ولی باز هم امیدوار هستن. ما میگم نمیخوایم چیز را بشم، اما تو گپای اقناق گفته میدی. درست است، پس نشنه و تماشا کن. ما در ویلچر نمیشنم. خودت میفهمی آدم هایی هستن که به ویلچر محتاج هستن. بیا بریم اونا را ببی. باز وقت با حال خوش شکر خواد کدی. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو. ببین اینا کلشان در جنگ صدمه دیدن. یازده ده زمین بسشان هستن که دوازده پای خود از دست دادن. سیزده و کلشان از خود خانواده دارن. خدا کمکشان کنه، پای ندارن اما امیدوار هستن. و تو نمیخوایی که خوب شوی؟ هزاران نفر چشم به تو دوخته، اونا را ناامید نساز، کوشش که خوب شوی. دکتر سر امی که سر پای می سوشم اول تو را لط خواد کدم. ما در زندگی می قسم شکنجه را ندیده بودم. زود باش مرا از اینجا ببر. چرا مرا در یه ویلچر شوندی؟ آفرین امی قسم، مرا شرماندی. ادامه بدین امی قسم. آفرین، بسیار خوب. به خاطری که ما این تاثیر گذار باشه و موتر از بین بره، او باید از سر ماین بگذره، پس ما باید نظر به نقشه ماین جاسازی کنیم. گپ دراز نکو سرور، در سر کن ماین جاسازی نمی کنی. ما تو رو گفتم برو ماین در نزدیک سرک جاسازی کن. بیادر میشه که بگویی بالاخره ما کدام کار انجام بتم؟ بی سرور، چند دقابات نشانی سرک روان میکنن، موتر زده مرمیست. وقتی چراغ ترافیک سرخ میشه باید اون موتر استاد کنیم. این کارا با ماین نمیشه، فقط یک راه داره. یک موتر پر از مواد منفجره میسازیم، وقتی اشاره ترافیکی سرخ شد باز از فرصت استفاده کردم موتر نزدیکشان انفجار میشه. گپ خوب است، راننده اون موترم باید تو باشی. نه، این کار بسیار خطرناک است. گوش کن سرور، از کار سازمان که خطرناک تر نیست. با مدام موتر چه جای به جای میکنی و موقعیت و زمانش ما تعیین میکنم، فهمیدی؟ و ای که موتر از داخل یا بیرون داره میکنی مربوط تو میشه. یا مرگ یا زندگی، کدام چاره دگام نداری. نشانشان مشخص شد؟ تو هنوز نه. برد گفته باشم ده حمله بسیار مردم تلف خواد شد به خاطر که موتر زد مرمیست. مقصد ما پولاد و رئیس از فامیدی، اگه دگه مردم هم در این حمله کشته شده با ما فرق نمیکنه. یلمازی بچه ها چند ساله هستن؟ یکی 16 ساله و دیگه 14 ساله. چرا اینا را برم نشان نداده بودی بچه؟ درس میخوندن. اینا را خوب به مکتب هم پدیالسی روان نمی کنی؟ نه مورو، اینا به مکتب های عادی میرن، به مکتب های دولتی. من مکتب هم پدیالسی رست کجا پیدا کنم؟ لوده لوده خدا نساز، تو خو احمق هستی. اجازه بده که این بچه ها دانشمند ببار بین. اجازه بده کمرای ما برن. ما اجازه نمیتم اولادای ما با خود ببرین. آه تو چی فکر میکنی؟ ما اینا رو در کو بالا میکنم؟ لوده نشو، ما به این بچه ها ضرورت داریم. جوانایی که تربیه روانی میشن افراد عادی نیستن، قهرمان هستن. شما میخواین که اولادایتان برای همیشه بی سواد بانن یا که اونا رو جاسوس تربیه میکنی؟ جاسوسی چی آقا جان؟
اینا هنوز خرد هستن، بان که کلان شوند. اینا باید انقلابی تربیت شوند. بچه اونا رو با خود ببرین. اجازه نمیده می کار کنین. با قانون سازمان تو احترام نداری؟ بکشن این احمقه. پدر ما نکش، مبرد می. صبر کو. آفرین. ای جوان، قسمه که پدر خود نجات داد، یک روز وطنم نجات خواد داد. آفرین بچیم. حالا دیگه، حالا برین. گیریه نکنین، بلکه افتخار کنین. زود باش حالا، زود شو. خب بچه این برم بگو در مکتب شما شاگردای معتاد هستن؟ یعنی مواد مخدر. آفرین، آفرین، مواد مخدر. در مکتب ما تابلت استفاده میکنم. بسیار خوب. از امروز بابت مسئولیت تو مکتب بگردن تو. باید تمام شاگرده از تو تابلت بخرن. کسی را مشناسی که امروی تمکاری کنه؟ مشناسم. آفرین. امروز پدر و مادرت گیریه میکنن، اما فردا سرت افتخار خواد کردن. عکس تانه برکس نشان داده و میگن که بچه یک رهبر است. ما و بچه را باید با مواد مخدر معتاد بسازیم. ما برای تابلت میتونم. اول سرشان ارزان بفروش، بعدن باز میبینیم. درست است؟ درست است. حالا، حالا دیگه. تو از این طرف، تام از اون طرف سوار شو. خیرت از ماما در اینجا چیگه پس؟ مرا میگی یا وضعیت اتاق پولاد جان؟ شما را میگم اتاق چی کار دارم؟ او دختر به ما تمایل نشان داد و گفت که مام دوست دارم. رای خدا گم کدم. اصلا فکر نمی کدم کو مرا در این سال قبول کنم و برعکس شد. شما به خاطر قدر گپ سادن راحت هستیم. چطور ناراحت نباشم پولاد جان؟ این بخت لعنتی را بیبی که بعد از 60 سال دروازه مرا تک تک زد. ماما ای ربا که شما مورا دوست دارین یا نه؟ تا وقت مرگ مام دوستش خواد داشتم، اما بعد از مرگ نه. ای چه قسم گب زدن است؟ تا وقتی که زنده هستم خود همیشه دلگرمی میتوم و میگم که حالو هنوزم وقت است، تشویش نکو حالو. من خود 60 سال هستم. بعضی کسا هستن که حتی در عمر 80 سالگی هم صاحب اولاد میشن. اما وقت چهره خود در آینه میبینم با صرف نظر میکنم. ماما در اینجا هستی خسته شدی، با این خاطر قسم فکر میکنی. اگه شدنی باشه میشه، باز بعدن خواد دیدیم. شما فقط به فکر صحتتون باشین. تو چی میگی پولاد جان؟ میشه یا نمیشه؟ همراهی من واضح گپ بزن. ماما خودت جدی نیستی تا همراهی تو واضح گپ بزنم. حالا باید در مورد کار گپ بزنیم. سازمان بازم روش خودت تغییر داده. من اونا را خوب میشناسم. هر بار که سرشان فشار میاد روش خودت تغییر میتن. کدام نقشه دیگه دارن چه تو؟ بخاطر که خلسلانشان میخواین کارهای خلاف انجام بتن و پول در بازار اجاره کنن. در زمین در جستجوی افراد تازه نفس هستن تا بخواست اونا کار کنن. این کار مربوط شما میشه که اونا را پیدا کنین ماما. خدای شکر. دیدی برای چند لحظه چه قسم ایلوان فراموشم شد؟ معلوم است ماما، معلوم است. بچم، او دختر چی گناه داره؟ یک زنگ برش بزن. او برم زنگ نزد، به امو خاطر ما هم زنگ نزدم. های حکمت جان، تا حالا دیدی که دخترها زنگ زده باشن؟ هم به خواستگاری میری و هم یک زنگ نمیزنی. یک قسم امکان داره بچیم؟ شما راست میگن نظیفه مادر. ما به خواستگاری رفتیم اما اونا دختر خود ندادن. پس زنگ زده چی بگویم؟ اگر نوزم دوستش داری پس باید برای زنگ بزنی. شاید کدام گپ برای گفتن داشته باشه.
خوب عمر پدر، ما همراه پدرش چی کنم؟ گوش کن بچیم، ما پدر او را کار نداریم، تو دختره حمایت کن که او هم بتانه در مقابل خانواده خود از تو دفاع کنه. عمر پدر کسی که به خداوند ایمان نداره، باز گپای دختر خود چطور خود فهمید؟ تو را به عقیده و ایمان و کارهای پدر از دختر چی غرض است؟ بچه مقبه جانب است، اما ای که زنگ نمیزنه اشتباه میکنه. آدم نباید احساسات کسی را نادیده بگیره. پس احساسات ما چطور میشه نظیفه مادر؟ دل تو پیش او است، حال مجبور استی. آسان نیست بچیم، کلان کردن اولاد آسان نیست. هیچ کسی نمیخواه با خواستگارای دخترش روی خراب کنه و اونا را خفه بسازه بچیم. شاید کدام دلیل داشته باشه و ما میفهمم که تو هم زیاد جگر خون هستی. اون هم ایتان از پدر خود رو بگردانه، اما تو را کمک کردم ایتانی. اگه میخوایی مسئولیت تا انجام بدی، تلفن اونجاست بچیم. زنگ میزنم. باز فردا نگویه که تو هیچ برم زنگ نزده بودی. چطور خواد شد عمر جان؟ اگه عروسی کنن یک غم، اگه عروسی نکنن دگه غم. چه قسم غم جانم؟ فقط که نمیفهمی عمر، او دختر خوب است، مقبول است، اما مشکل داره. ذاتی که به دل حکمتی محبت جا داده، انشالله کارشم آسان میسازه. انشالله. ما منتظر زنگ تو بودم کنول. وقتی پدرم با شما قسم رو یکت زنگ زده چی میگفتم؟ حداقل زنگ زده میگفتی زیاد جگر خون هستم. ندیدی که چقدر خفه شدم؟ اما من بسیار خفه هستم جانم. میتونیم با هم ببینیم؟ اجازه نمیتون از خانه برایم. تو را که اجازه نمیتون، پس من خودم میایم. پدرم سرت کار خواد شد حکمت. هرچی که میگه بگویه، اما میایم. حکمت؟ مادر؟ مادر؟ مادر حکمت گفت اینجا میایه. دخترم پدر ده خانه است. لطفا یک کاری کنه. مادر من حکمت را دوست دارم.